هموطنان عزیز سلام بر شما. در سالگرد شهادت مجاهد قهرمان مجید شریف واقفی که در روز 16 اردیبهشت به دست اپورتونیست های خیانتکار به شهادت رسید، میخوایم یاد اون رو گرامی بداریم. به سال 54 و 55 که رسیدیم دیدیم به اپورتونیست ها برده و همه چی را خورده و فرو پاشانیدند. اونا که اون موقع از بیرون آمده و گفتند که تمام شده، تیک کشیده شده، شهرامی و بهرامی آمدند و فاتحه خواندند به همه چیز. بعد دیدیم که آرم سازمانم فضل اللهش را برداشتند و میگن سازمان مجاهدین مارکسیست شده. حالا سازمان چجوری به ماهو سازمان میتونه مارکسیست بشه؟ و باز هم سواک بود که دستفشانی و پاکوبی میکرد و این اپورتونیست های ابله سخیفه، نمیدونم چی بگم، خائن اینا هم که ککشون نمیکسید. حقیقت بهترین کمک رو به خمینی کردن با منفجر و منهدم و متلاشی کردن سازمان مجاهدین. من مجید را از اواخر سال 1347 می شناختم. فامیلش را نمی دانستم، اما با یکی دیگر از همشهریانش که هر دو دانشجوی دانشگاه صنعتی آریامهر بودند تحت مسئولیت خودم بود. او را خیلی دوست داشتم. هفته یکی دو بار به تک اتاقی که آنها در حوالی همان دانشگاه اجاره کرده بودند می رفتم و نشست آموزشی و تشکیلاتی داشتیم که از صبح تا شب یا از شب تا صبح طول می کشید. در سال 1353 هم در زندان قصر یک تابستان را صرف نوشتن کتاب تبیین جهان کردم. همزمان چند تیم با مسئولیت مجاهد شهید فرمانده کاظم ظلموار آن را روی کاغذ سیگار ریز نویس می کردند و کاظم آنها را در جاسازی مناسب از طریق قهرمان شهید مراد نانکلی به بیرون از زندان و به دست مجید می رساند. مراد این کار را با شیوه های مختلف از طریق خواهرش که گاه به ملاقات او می آمد انجام می داد. مراد شمالی و بسیار رشید و درشت اندام بود. عاقبت هم بر سر همین ارتباطات با بیرون از زندان جان باخت و در زیر شکنجه در کمیته به شهادت رسید. فکر می کنم که شهادتش در اواخر سال 53 بود. برادرم زندانی سیاسی بود، سال 51 دستگیر شدن ایشون و 2 در کمیته شهربانی تحت شکنجه قرار گرفتن. بعد از 2 به زندان قصر انتقال پیدا کردن. در مدتی که زندان قصر بودن 1 و نیم تقریبا طول کشید. توی این مدت ما با خانواده برای ملاقات که می رفتیم با خانواده دیگه هم همینجور کم و بیش آشنا شدیم. همین جریانات باعث شد که داخل زندان برادرها برنامه چیزی که بود از طریق خواهرها یا مادرشون به بیرون میفرستادن و از بیرون هم دوباره از همین طریق به داخل برده میشد. بعد همین رابطه باعث شد که یکی از این به اصطلاح گزارش هایی که ما برای بیرون برده بودیم، مخصوصا وقتی بیرون میرفت این خبر به صورت کتبی نوشته میشد، بعد به مثلا اون فرد به دستش میرسید. البته بعد از اون 1.5 برادر من دوباره بر اثر همین برنامه ها فعالیتش دوباره لو میره، اونی که گفته نشده بود. وقتی که لو میره ایشون رو دوباره زیر شکنجه میبرن و در حدود تقریبا 1.5-2 زیر شکنجه بود که باعث شهادت ایشون شد. مدتی پس از اینکه کتاب تبیین را فرستادیم، کاظم به من گفت
مجید پیام داده که مثل این است که برای ما تانک فرستاده باشید. خب بینندگان عزیز، برای اینکه کمی در حد فرصت این برنامه در مورد اون روز و اون شرایط و در مورد مجاهد شهید مجید شریف واقفی صحبت بکنیم، از آقای علی خدای صفت دعوت کردیم که در این برنامه شرکت بکنن، که در اون زمان با مجاهد شهید مجید شریف واقفی همراه بودن. خدمت شما سلام میکنم آقای خدای صفت و خوش آمد میگم بهتون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین. منم تشکر میکنم از اینکه منو به این برنامه و برای این مناسبت دعوت کردین و سلام عرض میکنم خدمت همه بینندگان عزیز و هموطنان گرامی. خب آقای خدای صفت، کمی برگردیم به اون شرایط و از اون شرایط برامون بگین، چون برای کسی که از یک طرف داره با رژیم حاکم میجنگه و مبارزه میکنه و تحت تعقیب قرار داره، اما از طرف دیگه توسط کسانی تحت تعقیب قرار میگیره که خودشون مدعی مبارزه با اون حاکمیت هستن، این کمی درکش مشکله. بله، این واقعا از اون تناقض‌هایی است که تو اون دوران همه رو متعجب کرده بود. حتی من یادمه که ساواک هم نتونسته بود سر در بیاره که تا مدت‌ها، تا بعد از اینکه خود اپورتونیست‌ها دستگیر شدن بعضی‌هاشون و جریانات رو توضیح دادن، نتونسته بود سر در بیاره که چی شده و چه اتفاقاتی افتاده، چون یه چیز غیر معمولی بود. اما اگر بخوام توضیح بدم که به چه صورت این شرایط پیش اومد و چی بود، یه مختصری توضیح بدم براتون از اینکه چه جوری شد این جریان شکل گرفت. اصلا در سازمان مجاهدین خلق ایران علت اصلی این جریان، اگر بخوام خیلی خلاصه بگم، به وجود آمدن یک خلأ رهبری در خارج زندان، به ویژه بعد از شهادت مجاهد قهرمان رضا رضایی بود. چون در اون موقع خب خیلی ها توی زندان بودن، همونطور که میتونیم در شهریور 1150 عمده کادرهای سازمان دستگیر شدن. بله، رهبری سازمان تمامشون، خب عمده کادر رهبری سازمان و مرکزیت سازمان شهید شده بودن، فقط بدر مسعود در زندان بودند و رضا رضایی هم از مرکزیت اون دوران در بیرون زندان، که خب رهبری سازمان رو در بیرون زندان رضا به عهده داشت. بعد از اینکه در بهار 1152 مجاهد قهرمان رضا رضایی شهید شد، خب این خلأ کاملا واضح بود و در اون شرایط، در اون شرایط خاصی که به وجود اومد، خب عده‌ای همین کسانی که بعداً سردمدار جریان اپورتونیستی شدن، رفته رفته حرکت‌هایی رو شروع کردن، کاری رو شروع کردن که خب بعداً به همون کودتای خائنانه اپورتونیستی منجر شد. در این جریان اینها مجاهد قهرمان مجید شریف واقفی رو در اون شرایط که خب مخالفت کرده بود با این حرکت، با این فرصت طلبی که اونا در پیش گرفته بودن و بر اصول سازمان پافشاری کرده بود و به اونها گفته بود که این اقدامات و کارهایی که شما میکنید و این که میخواید اون چیزی رو که اسمشو میذارید تغییر ایدئولوژی، اینو به نام سازمان ثبت کنید، این کار غلطه و نادرسته و به شدت مخالفت کرده بود. به همین دلیل اونها این مجاهد والا مقام رو به اصطلاح موقع تصفیه کرده بودن و از مسئولیتاش رو ازش گرفته بودن، امکاناتش رو گرفته بودن و در نتیجه قرارش داده بودن در یک وضعیتی که خلاصه تحت نظر و تحت فشار از جانب اونها قرار داشت و حتی اقداماتی که کرده بود این مجاهد قهرمان برای اینکه افرادی رو که متفرق بودند و پراکنده شده بودن از سازمان وصل بکنه و خلاصه اونها رو دوباره سازمان بده و شکل بده، با خشم اینها مواجه شده بود و در نتیجه اقداماتی که به شهادتش در 16 اردیبهشت منجر شد. خدای صفت، چرا اساساً تحت فشار اپورتونیست‌ها قرار داشت مجاهد شهید مجید شریف واقفی؟ مگه چی کار کرده بود؟
مهمترین کار و اقدامی که از نظر اونها اصلاً قابل تحمل نبود همین بود که با این اقدام کودتاگرانه اونها مخالفت کرده بود. اونها چی کار کرده بودن؟ اومده بودن گفته بودن که ما میخواییم ایدئولوژی سازمان رو عوض کنیم. سازمان مجاهدین خلق ایران از ابتدایی که بنیانگذاران سازمان این سازمان رو تأسیس کردن بر اساس ایدئولوژی اسلام ناب توحیدی و مکتب اسلام به عنوان یک مبارزه مکتبی شکل گرفته بود و خب همه کسایی هم که پیوسته بودن به این سازمان در همین مسیر و بر همین اساس بود. اینها اومده بودن میگفتن که خب ما مطابق گفته خودشون که حالا شهید شریف واقفی میگفت که حتی درکشون هم اصلا از مارکسیسم هم درک نادرست و غلطیه، اینها گفته بودن که ما مارکسیست شدیم و مجاهدین مارکسیست شدن. شهید شریف واقفی میگفت شما حق ندارید این حرف رو بزنید، شما میتونید خودتون شخصا هر کس به هر تعداد نفر میخوان بگن که ایدئولوژیتون عوض شده، تغییر ایدئولوژی دادید، بسیار خوب، آزاده، هر کسی ایدئولوژی خودش انتخاب کنه، ولی شما دیگه نمیتونید بگید که ایدئولوژی مجاهدین عوض شده. سازمان مجاهدین یک اصولی داره، یک اعتقاداتی داره، مبانی داره، شما حق ندارید اینو بگین. این سازمان مجاهدین، شما برین یه سازمان دیگه برای خودتون تشکیل بدید. این حرف منطقیه؟ بله، کاملا منطقی و درست و اصولی. ولی خب اونها از این جهت که میخواستن با یک رفتار غیر اصولی، مهمترین چیز اینه، رفتار غیر اصولی، غیر انقلابی، غیر انسانی خواسته های خودشون رو پیش ببرن و به اصطلاح خودشون، یا اونطوری که شهید شریف واقفی توضیح میداد، تصاحب کنن سازمان رو، کودتا کنن. به این دلیل خب نمیپذیرفتن و به همین دلیل شهید شریف واقفی رو دشمن خودشون تلقی کرده بودن و اون اقدامی رو کردن که در هیچ قانونی، در هیچ اصولی نمی گنجید و تا اون زمان هم واقعا سابقه نداشت اون رفتاری که شده. آیا خدای استفاده در مورد صحنه شهادت مجید شریف واقفی اینطور ثبت شده که در سر یک قرار این اتفاق افتاده، آیا این شهید مثلا حدس نمی زد که بالاخره چنین اتفاقی خواهد افتاد؟ صحنه اساسا به چه صورت بوده؟ بله، این اون صحنه باز آخرین دیدار من با شهید شریف واقفی، اونم تو ذهنم کاملا ثبته. فکر میکنم دو روز شاید قبل از 16 اردیبهشت بود که آخرین بار دیدم شهید شریف واقفی رو، به اتفاق مجاهد قهرمان و شهید مرتضی صمدی لباف که اونم مجاهد بسیار قهرمانی بود که حالا میگم در جریان همین اقدام ضد انقلابی اپورتونیست های چپ نما اونم مجروح و دستگیر شد و بعداً توسط سواک به شهادت رسید. به اتفاق هم مجید رو دیدیم و در مورد همین چیزا صحبت بود که گفته شد که بعد از مدت ها قرار فرستادن برای شریف واقفی و شهید صمدی لباف هم میگفتش که برای من هم از قضا در همون روز قراری فرستادن و خب اونجا این اقدام یه مقداری مشکوک تلقی شد، به خصوص که در اون شرایط فضای بیاعتمادی به خاطر رفتار غیر انسانی و رفتارهای بسیار زشتی که این اپورتونیست ها کرده بودن، مطالبی که نوشته بودن، اینا خب وجود داشت. تحت تاثیر اون فضا خب میگفتیم به مجید که این قرار رو اجرا نکنید و خلاصه خوب نیست، احساس خوبی نداریم از این قرار. اما شهید شریف واقفی که فردی بسیار اصولی و اصولگرا بود، این ویژگی خیلی برجستش بود، میگفتش که نه، ما درسته که الان با اونا اختلافات خیلی زیادی داریم و خلاصه خیلی کارهای غلط و نادرست و غیر اصولی هم کردند، ولی ما نمیتونیم از اصول خودمون خارج بشیم، همون مناسبات اصولی رو که داریم برقرار هست. خب قرار دادن، میریم سر قرار، صحبت میکنیم، حرفمونو میزنیم،
و نکته‌ای وجود نداره. یعنی اصلا حاضر نبود چنین تصوری رو بهش دامن بزنه یا راه بده که مثلا ممکنه به چنین اقداماتی اونا دست بزنن، حتی با اینکه این ابراز تردید میشد اونجا، ولی حاضر نبود. انقدر روی اصول متکی بود و میگفت هیچ دلیلی نداره، مناسبات است باشه، خب اختلافات به جای خودش است، و اصلا چنین تصوری نمیشد. ولی متاسفانه خب اونها در اون دستگاه و روش خیانتباری که در پیش گرفته بودن این تصمیم رو گرفته بودن و این کار رو عملی کردن، این جنایت رو در اون شامگاه خونین در خیابون ادیب الممالک تهران، در خیابون ری، یکی از خیابونهای فرعی ادیب الممالک هست که تو اونجا رفته بودن سر قرار. بعدن ما صحنه رو از کسانی که تو اون محل شاهد بودن شنیدیم، بچه هایی که اونجا بازی میکردند و شاهد صحنه بودن، بعدن گزارشش رو نوشته بودن در مقاطع مختلف زمانی. این گزارش ها رسیده بود که خلاصه شلیک میکنن به سمت شهید شریف واقفی و بلافاصله جسد بیجانش رو قرار میدن تو عقب یک خودرو، و اونطوری که بعدن ثبت شده و همون موقع هم در اون مصاحبه های تلویزیونی اپورتونیست ها تو اون زمان گفتند، میبرن به بیابون های اطراف خاوران و اونجا جسد رو میسوزونند. سال 54 16 اردیبهشت که من 12 سالم بود، توی محله به نام خیابون ری آم منگل که بوری بستنی فروشی اکمن مشتی بود زندگی میکردم. توی این خیابون آم منگل یک بیمارستان بود به نام بیمارستان سوم شعبان، که تو همین روز ساعت 3 بعد از ظهر بود که ما با همسر سالهای خودمون داشتیم بازی میکردیم که صدای چند شلیک رو شنیدیم که رفتیم به سمت صدای شلیک، که 3 تا کوچه پشتمون بیمارستان بود که یکی از این کوچه ها نزدیک خیابون ادیب الممالک میخورد، که خیابون ادیب الممالک بغل خیابون آم منگل بود که انتهای خیابون آم منگل میخورد به خیابون زیبا، خیابون خراسون، و انتهای خیابون خراسون میدون خراسون و خیابون خاوران میخورد، که دیدم جنازه شهید روی زمینه و دو نفر جنازه شو که یکیشون اینجا شونه جوی گرفته بلند میکنه و یه نفر دیگرش هم که کلت دستش بود دو تا پاهاشو گرفته و به سمت اون کوچه‌ای که به خیابون ادیب الممالک میخورد و یک خودتو زرشکی رنگ که صندوق عقبش باز بود، که جنازه رو معلوم بود که میخواستم بزنم تو صندوق عقب ماشین و بردم ببرم و از اون منطقه دور کنم، که تا ما رو دید اون نفری که ما رو دید با سلاحی که دستش بود رو کرد به ما و گفت بریم از این منطقه رو دور کنیم بریم، که ما از ترسم منطقه رو از اون منطقه فرار کردیم و رفتیم، که بعد از چند دقیقه بعد دیدیم آگاهی و شهبانی و مأمور امنیتی اونجا رو قرخ کردن که ما از اون منطقه دیگه نمیتونستیم وارد منطقه دیگه بشیم، که بعد از چند روز بعد متوجه شدم از طریق یکی از آشنایانم که این جنازه شریف واقفی بود، که بردم توی خیابون خاوران جاده مسکرآباد و جنازه اونجا آتیش زدم. در همون روز گفتم قرار مشابهی هم گذاشته بودن با شهید صمدی لباف، که اونجا هم به سمت شهید صمدی لباف هم تیراندازی میکنن، منتها تیر به چونه شهید صمدی لباف اصابت میکنه و خب با هم باعث میشه یه مقداری درگیر بشن و شهید صمدی لباف بعدن به علت خونریزی و بیهوش شدن و اینها به بیمارستان انتقال داده میشه و از اونجا هم دستگیر میشه، که بعد از اینکه اپورتونیست ها دستگیر شدن به اصطلاح لو میدن و اونجا به ساواک میگن که این صمدی لباف کی هست و چه گذشته ای داشته، تازه ساواک میشناسه، و الا تا اون موقع صمدی لباف تونسته بود اونا رو خام بکنه و به هیچ اطلاعاتی هم دست پیدا نکرده بودن، ولی از اون موقع به بعد که میفهمن که اون وقت تحت شکنجه های بسیار شدیدی قرار گرفته بود. و واقعا خوبه که اینجا جا داره که یاد کنم از این شهید قهرمان صمدی لباف به عنوان یک قهرمان
در زیر شکنجه و اونجا در اون دوران در سال 54 تنها کسی بود که به پاهاش هم زنجیر بسته بودن و حتی انقدر ازش وحشت داشتن که نمیتونستن به حالت عادی باهاش روبرو بشن و وقتی که توی این طبقات حرکتش میدادن میآوردن این صدای زنجیر میپیچید. خود بازجوها اسمشو گذاشته بودن اولیس، میگفتن اولیس داره میاد. و خلاصه اونجا هر کی که در بازجویی و اون شرایط میدید این شهید قهرمانو که چه مقاومت هایی کرده بود و بدنش سراسر بدنش زخمی بود، زخمای عمیق در اثر شکنجه، باند پیچی، ولی خب مقاومت میکرد و سمبول و الهام بخش مقاومت و پایداری بود اونجا. مجید شریف واقفی یکی از ارزنده ترین اعضای مرکزیت سازمان مجاهدین خلق ایران در سال 1327 در تهران به دنیا آمد. تحصیلات خود را در اصفهان گذراند. او از همان اوان جوانی، یعنی هنگامی که به دبیرستان ادب اصفهان می رفت، فعالیت های اجتماعی خود را آغاز کرد. دانشگاه صنعتی شریف که نام این شهید گرانقدر را بر خود دارد، شاهد تحصیل و همچنین فعالیت‌های سیاسی مجید شریف واقفی بود. مجید از اولین روزهای ورود به دانشگاه صنعتی وارد فعالیت‌های سیاسی شد و به زودی گمشده خود را یافت و در اواخر سال 1347 به عضویت سازمان مجاهدین خلق درآمد. پس از ضربه بزرگ شهریور سال 1350 به سازمان مجاهدین که طی آن رژیم شاه اکثر اعضای مجاهدین را دستگیر کرد، مجید شریف واقفی همراه مجاهدانی چون احمد رضایی به بازسازی تشکیلات سازمان مجاهدین در بیرون زندان پرداخت. او پس از دستگیری مجاهد شهید کاظم ظلمبار در 12 مهر 51 وارد مرکزیت سازمان شد. آیه خدای صفت، ما در ابتدای برنامه اون سوالی رو مطرح کردیم مبنی بر این که مضمونش در واقع این بود که یک جریان چطور میتونه روینتن بشه و چطور میشه جریانی بتونه از ضربات سنگینی که براش مهیا کردن، از آتشی که براش مهیا کردن، با سلامت خارج بشه. و در واقع همین ضربه اپورتونیستی سال 54 رو که یکی از صحنه‌های سربرآوردن سازمان مجاهدین از چنین آتشی بود رو برشمردیم. حالا برون اگه بشه توضیح بدین که این مجاهدین چطوری تونستن به طور واقعی از این ضربه بیرون بیان و سر بلند بکنن، چون به طور واقعی خب خود مجاهد شهید مجید شریف واقفی تو این جریان خب به شهادت رسید و در واقع تلاش‌هایی که برای احیای سازمان داشت و شما بهش اشاره کردین در واقع به نتیجه نرسید. بله، خب این یکی از اون راز و رمزهای بسیار انگیزاننده است که خیلی آدم دلش میخواد در طول زمان این رو دنبال کنه و هرچی راجع به این آدم بیشتر فکر کنه بیشتر میتونه بفهمه و بیشتر بفهمه که خیلی کم ازش فهمیده. به این خاطر که واقعا وقتی نگاه میکنیم به سراسر این مسیر و این تاریخ از همون روز شهادت بنیانگذاران تا امروز که خب چه جوریه که انسان‌هایی با دست‌های خالی در مقابل زرهی و تانک و نمیدونم نفربر و گلوله و اینها که بهشون حمله می‌کنند، در مقابل حمله‌های وحشیانه با تمام این ابزارها و وسایل و سلاح‌ها اینها با دست خالی میتونن پایداری بکنن، خب این یک پدیده عجیبیه. و بعد هم همونطور که گفتید رو این تن سر در بیارن، نه هیچ کدوم از این سلاح‌ها اثرگذار نباشه، گرچه دستشون خالیه و هیچ سلاحی ندارن، ولی هیچ سلاحی هم نیست که تأثیر بذاره روی اونها، اهم از محاصره، اهم از توطئه، اهم از دروغ، اهم از انواع اقسام توطئه هایی که خب شاهدش هستیم بوده و همین هستش و همه این حملات. خب تا طول این زمان ما شاهد عبور سازمان و
گذرش از این تنگناها هستیم. خب این اون راز و رمزش در یک کلمه میشه خلاصش کرد که گفتم در ابتدای از قضا همین شکلگیری این جریان خائنانه اپورتونیستی هم به دلیل همون عامل این تحولات پیش اومد و این داستان شکل گرفت. اونم گفتیم مسئله رهبری، اونجا خلأ رهبری بود، اینجا عبور از این تنگنای نفسگیر. حالا میگم چرا نفسگیر، واقعا که واقعا بسیاری از سختی ها و فشار ها در مقابلش هیچ بود. واقعا اگر اون صحنه رو الان من فرصت نیست بخوام تصویر کنم، شکنجه و فشارهای توی ساواک و بازجویی ها و نمیدونم همه اینها، زندان و سلول و اینا، در مقابل اون فشارها و مشکلاتی که وجود داشت در اثر این ضربه خائنانه اپورتونیستی، واقعا به حساب نمیاد اصلا. ولی اون عنصری که تونست از تمام این شرایط و این تنگنا عبور بده سازمان رو، رهبری پاکباز و با درایت و هوشیارانه برادر مسعود در این شرایط بود. خب اون موقع رو یادمون میاد توی زندان، چون این عبور از این شرایط دو تا عنصر تا اونجایی که من میفهمم نیاز داره. یکی پایداری بر اصول و به قیمت پرداخت بها. پایداری بر اصول خب یه وقت هست در حرف آدم میگه، یه وقت هست میخواد در عمل و در هر شرایطی این رو محقق کنی. در این صورت قیمت میخواد، قیمت هر چی که باشه، که خب این رو دیدیم تا به حال در تمام این مراحل شاهدش بودیم. باز از جمله میگم در همین 19 فروردین دیدیم که خب مجاهدین حاضرن هر قیمتی باشه، هر بهایی باشه بپردازن. و یکی هم اون درایت و هوشیاری، درک صحیح از شرایط که این مبتنی بر یک جهان بینی واقع گرایانه و عمیقا درست و رئالیستی میتونه باشه، فقط به فقط که خب تو اون شرایط نیاز به یک تئوری مشخص داره. یعنی کسی میتونه از این شرایط خارج کنه و عبور بده یک سازمان رو، یک جریان رو، یک جنبش رو، که صاحب یک تئوری واقع گرایانه باشه. و این خاصه کاری، یک کاری از جنس رهبری. و خب ما شاهد بودیم اون موقع توی زندان با تحلیل مشخصی که شد از این جریان خائنانه به نام اپورتونیست های چپ نما، با جزوات آموزشی که تدوین شد، با بحث های البته کار بسیار سخت، طولانی، 24 ساعته در شرایط سخت زندان توی سلول های اوین و همه اون شرایطی که وجود داشت، خب این آموزش ها تدوین شد. در رأسش هم یک تئوری بسیار درخشانی بود که به خصوص چون اون موقع بحث اسلام و مارکسیسم و اینها بود، که اسلام چپتر و بالاتر از مارکسیسم است در مدار ترقی خواهی. خب این تئوری خاصی بود، درک خاصی بود که بر اساس اون آموزش ها وجود داشت. و این هر کس که این آموزش ها رو می گرفت واقعا گام به گام از این شرایط عبور می کرد. و الا اگر نبود این آموزش ها، اگر نبود این مسیر و راهگشایی، به طور قطع و بی تعارف میگم که همه اعضا و کادرهای سازمان اون موقع همه وارد جاده خاکیایی میشدن و شده بودن و به پرتگاه های مهلکی میرسیدن که با پرت شدن از اونها اثری از آثار سازمان واقعا باقی نمیموند. نه تنها سازمان، من الان میگم حتی اثری از آثار اسلام انقلابی به این معنایی که ما میفهمیم، اسلامی که غبار و زنگار دین، زنگار زمان ازش زدوده شده، باقی نمیموند. چون الان ببینید که با اسلام چیکار کردن این کسانی تحت عنوان اسلام، چه جنایت هایی کردن در اذهان مردم و به ویژه جوانان. اسلام رو چی جلوه دادن تو دنیا، اسلام رو چی جلوه دادن؟ یک افکار ارتجاعی، تروریستی، ضد بشری، اینا به عنوان اسلام ارائه دادن اگر نبود. ولی خب به یمن اون فعالیت ها، به یمن اون تلاش، به یمن اون درک و به یمن اون راهگشایی که شد، خب شد که سازمان عبور کنه. حالا راز و رمز این رو این تنی رو به قول شما که میگید، یا سربرآوردن از اون آتشی که میخواد نابود کنه، چون جریان اپورتونیستی واقعا ضربهش در مقایسه مثلا با یک ضربه نظامی، ضربه مثلا سال 50 و اینا، از یه جهاتی بسیار بسیار خطرناکتر بود. ضربه‌ای که خوب بود که خب میدونیم راه
به اصطلاح جریان راست ارتجاعی رو باز کرد، راه اینو باز کرد که خمینی بعداً بتونه قبضه کنه قدرت رو، اگر واقعا غیر از این بود که نمیتونست این کارو بکنه. میشه حالا راجع به این خیلی صحبت کرد، ولی خب این واقعیت داره. پس بنابراین راز و رمزش به نظر من این راز و رمز درخشان. و ما این نقطه امید رو امروز میبینیم که چطور رژیم آخوندی رو همچون جسد فرتوت در لبه زباله‌دان تاریخ قرار داده و خودش سرشار و جوان و برومند سر برافراشته. گرچه دستش از هر سلاحی خالیه، اما هیچ سلاحی هم روی اون کارگر نیست. سازمانی گسترده تر از همیشه در قلب مقاومتی بزرگ که نمیتونن نابودش بکنن و در تمام جهان به عنوان جایگزین دموکراتیک رژیم آخوندی شناخته شده است. حالا میشه باز پرسید آیا روینتنی و ققنوسوار برخواستن از آتش تنها متعلق به افسانه هاست یا نمودها و مصداقهایی در جهان واقعی میتونن وجود داشته باشند؟